تقدست أسماؤه بين الورى الله جل شأنه فيما برى تقدست أسماؤه بين الورى هو الرحيم والغفور فاغتنم رحمته وارجع الرقيب. سلام دوستای خوبم، این بار میخواییم در مورد یکی دیگه از اسمهای خدای مهربونمون حرف بزنیم. الرقیب یکی دیگه از اسمهای خداوند. معنی این اسم الرقیب یعنی الله سبحانه و تعالی همیشه از رفتار ما آگاهه و شاهد بر کارهامونه و حتی به اندازه یک چشم به هم زدن نیز از ما غافل نیست. در خلوت و در هر جایی که باشیم نظارگر ماست و هیچ چیز بر اون پوشیده و پنهان نمیمونه. اثر شناخت این اسم در زندگی انسان. بچه های خوب، انسان با شناخت این اسم و با فهمیدن این معنی که انسان در هر لحظه و هر جا باشه نمیتونه از دید خداوند مهربون خارج بشه و اینکه خداوند همیشه مراقب رفتار و گفتار بنده هاشه، دیگه به خودش اجازه نمیده که در محضر خداوند عزوجل دستش به گناه آلوده بشه و از دستوراتش سرپیچی کنه. روزی شخصی نزد ابراهیم ابن ادهم که عالم و عارفی برجسته بودن اومدن و به ایشون گفتن که نسخه رو به او معرفی کنن که بتونه به وسیلهش از گناه کردن دست برداره. ابراهیم ابن ادهم به سوال کننده گفتن که اگر خواستی گناه کنی باید در جایی که خداوند تو را نمیبینه گناه کنی. مرد متعجبانه گفت چطور میشه جایی رو پیدا کرد که خداوند اونجا نباشه در حالی که خداوند در همه جا مراقب و شاهد رفتار ماست و از اسراری که در سینه هامون پنهون شده آگاهه؟ ابراهیم ابن ادهم تبسمی توبیخ گونه کردن و گفتند اگر این چیزها رو میدونستی پس چطور به خودت اجازه میدی که ازش نافرمانی کنی؟ آیا از خودت شرم نمی کنی که گناه می کنی در حالی که خدا تو رو میبینه و مراقب رفتارته؟ اینجا بود که مرد شرمسار و پشیمان شد و با خدا پیمان بست که از کردی خود توبه می کنه و به راه راست برمی گرده. دوستای خوبم، یکی از چیزهایی که باعث رسیدن به تقوا میشه اینه که همیشه معنی این اسم رو از یاد نبریم. به خاطر همینه که پیامبر صلی الله علیه و سلم همیشه به یاران این قضیه رو گوش زد میکردن. پیامبر صلی الله علیه و سلم در جواب کسی که از او پرسید مرا نصیحت کن فرمودند به تو سفارش می کنم که از خداوند مانند مرد بزرگ قومت شرم داشته باش. دوستای خوبم، آیا وقتی انسان این مفهوم رو خوب درک کنه آیا به نظر شما دست از پا خطا می کنه و گناه می کنه؟ دوستای خوبم، خدای مهربونمون می فرماید وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. همانا ما انسان را آفریده ایم و می دانیم آنچه را که نفسش به او وسوسه می کند و ما از شاهرگ گردن به او نزدیک تریم. آنگاه که دو فرشته دریافت کننده در سمت راست و چپ مراقب و ملازم هستند، هیچ سخنی را بر زبان نمی آورد مگر آنکه نزدش نگهبانی آماده حضور دارد.
دوستای خوبم، تو این آیه ها می فهمیم که خداوند برای ما فرشتگانی قرار داده که مراقب رفتار ما هستند و هیچ حرفی نمی زنیم مگر اینکه اونا واسمون ثبت می کنن. پس دوستای خوبم، مراقب رفتارمون باشیم، چون خداوند همه رفتارمون رو زیر نظر داره و فرشتگان خداوند دارن رفتارمون رو می نویسن. تلاش کنیم که رفتارمون طبق دستوراتش باشه. از خداوند متعال می خوام که معنی این اسم رو تو دل و فکرمون قوی کنه تا لحظه ای از خاطرمون دور نشه. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.